درود بر همیهنان ارجمند، هنگام افتار هستم در برنامه رو در رو. امروز شنبه 23 از ماه آگست 2008 مسیحی مقارن با 2716 مارسی در ایران. این برنامه هفته دو نوبت از شبکه خاص، شنبه ها 12 ظهر، پنجشنبه ها 4 بعد از ظهر، با پخش یک بعد از نیمه شب به وقت لس آنجلس یا کالیفرنیا. امروز بحث در ارتباط با ترتیب لایحه قانون حمایت از خانواده که باید بگیم قانون جنایت برای خانواده که اختیار میدهد به مردان چهار همسر اختیار کنند و این میدونه که در سال 1953 توسط شاه سابق منسوخ شد و بسیار همسر دوم با کسی اجازه از همسر اول. به هر حال یک شروش سقیانی در بین تمام زنان ایران در این ارتباط برقرار شده، اما پیش از آن تصفیت مجدد برای زندگیات شورج نگهبان ترانه‌سرای شهیر ایران که رخ در نقاب خاک کشید و این روز ده بعد از ظهر قسم او را به خاک می سپارند تا زندگی دیگری را آغاز کنند. دیشب به تلفن همراه هم تلفن شد جیر وقت صدای آشنایی به گوشم رسید از راه دور که می خواستن پیام ایشون رو و تصدیق ایشون رو برای زندگی ها تیرد نگهبان از به طریقی از تلویزیون پخش کردن. این لازمی شاعر یا شاعره شهیر ایران بانو سیمین دهبانی. بانو سیمین دیشب وقتی که صداشون رو من ضبط کردم قدری این صداشون بر دو تن دستی بود پارازیت داشت و همکنون بانو سیمین دهبانی در روی تلفن هستن تا پیام خودشون رو برای جامعه هنری ایران و تمام دوستان در از دست رفتن زندگیات و نگهبان به گوش همگان کنند. سیمین دهبانی گرامی، درود بر شما. درود بر شما و درود همکاران شما و درود بر هموطنان ایرانی و مادر هر جایدان مردم. تشکرم. اجازه بدید اتاق فرمان صدا اوکیه؟ صدای خانم دهبانی خوب سیمین جان بفرمایید. عزیزم چه بگویم که میخواستم که سلامی و درودی برای عزیزمون داشته باشم، این شاعر گرامی، این نازنین که از دست رفت و متاسفانه باید این سلام و درود رو برای اینکه او خیلی زود رو در نقابه که خواهی کشید و ما رو تنها بوده پنجاه سال بود که من بود و عزیز من سالها در کنار همکار بودم در رادیو ایران و
ترانه های بسیار بسیار زیبایی از او باقی مانده و او بسیار شده درخشان در ترانه ایران بود، در شعر ایران بود و وقتی که شنیدم که او دختر گذشته واقعا ناراحت شدم و واقعا غم او را دارم و یادش را گرامی میدارم. امیدوارم که دوستانش در جیبانش از دوستان تشیح من را بپذیرند و من پیش از اینکه میتوانم یعنی غم جا کنم که پیش برازم آرزو صحبتی بکنم صادقتم که بر مزارش جمع زیباترین خاطره‌ای که از زندگیات شوزج نگه داری و در ذهنت این روزها بیشتر از همه زنده شده چه هست؟ زیباترین خاطره‌ای که دارم از این که در خانه مهمانی هر خانه بود و او هم در اونجا با همسر بزرگ و همسر که نامزده بود با مشتر فرمزی کردن و عروسی او را در واقع ما شاهد بودیم و در عروسی او بسیار خوش بودیم و از او بعد هم بسیار خوشبختی بودن تا مدتی و نمیدانم چه شد که و هر حال این خاطره خیلی خوش بود و خوشبخت که خود کنمشی بود و ما با من رو بودی کرد همسر خواهر رو گفتی کرد و گفت که من میشم بسنم چند رو بسنم چه وقت که الان من مطلع برمیاد بگرم سمین گرامی سمین عزیز میدونم که وقتی که زندگیات کورت نگهبان در ایران بودن به هر حال نشست هایی با هم داشتیم و دو شاعر در کنار هم هرگز نصفه سرودهی در ذهن شما بسته شد با نشینه با زندگیات کورت نگهبان؟ بله ما برای هم زیاد شعرها را بخوندیم، برای هم دیگه با صحبت داشتیم، مجالس داشتیم که دوستان یاد هم بودند و صحبت ها بود. افسوس که جمع این مشتاقان پریشان شد و هر کدام به یک جایی از جهان روی آوردن و یک دیگری هم از ما تنها ماندند و برستیم سیمون جان اگر شما بخواید کودک نگهبان رو در یک طرح تزاشت یا در یک قصه بنویسید یا در یک شعر از اون تصویری بدید، کودک نگهبان رو چگونه توصیف میکنید؟ سورج بسیار مؤدب، بسیار خوشفرم و مهربان، بسیار بی ادعام و حتی اونقدر بی ادعام و هرگز ندیدم به سروده های خودش نباده، هرگز ندیدم که بخواد به سخشی بخونیشه، واقعا به معنی تمام درگیش و از دنیا گذشته بود و بسیار بسیار کارهاش زیبا و دلپرداخته، یعنی او با دلش و به هیچ وجه قصد اینکه بدتری بتونست باشد باشد و نابزرگ بکنه از شکا در کارش نبود، بسیار ساده مهربان صمیمی و باصداقت. آیا در ایران تصمیم گرفتید شما که مراسمی برای زنده یاد سورج نگهبان داشته باشید؟ امیدوارم که بتوانیم توسط فرمانده نگهبان بتوانیم اون را انجام بدهیم و میدونیم که در ایران آن جمع شدن چند نفر کنار هم و
در واقع من گناه کبیره رو دارم و خیلی رو خبیه هم این همه را حساسه که من دو خصوص هر کار که من دسته نمیدیم کار در یا که خدا فرسید که من دسته نمیدیم در ایران مرا دسته باشیم و سیاد بکنیم و حتما من رو باید رو شما بودم خدا رو دیگه شما گرامی، آیا در رسانه های ایران در گذشته زنگیات شورج نگهبان درد شد که شما این خبر رو از طریق ستلایت خارج از کشور شنیدید؟ خبر رو از صدای آقای مشکلی شد و فرقان مشکلی با دستگاه مرافق شدن و سه نفت اتفاق چرا افتاده که همون دوست برای ایران و فرقان بزنستن که مرکی قریبان شکلی همون دوست و ایران که فرمانتشون نشده بود عزیز حال خودتون چطوره؟ حال من تقریبا همیشه سعی میکنم که خوب باشه. یادش به خیلی نادر هر وقت رو میپرسید این حال چطوره؟ تو در حد منصف و مفتور من حالا با عرض کنم به خودی شما که در حد منصف و مفتور خوب هستم. آیا می دونم که یک مشکل بینایی داری؟ آیا این روزها می سرایی کسی می نویسه برات با صدای خودت رقص می کنی؟ یا سنگه داری که دوست داری تقدیم هموطنان بکنی؟ در چه وضعیت روحی و ذهنی هستی از لحاظ سرودن شعرهایت؟ بله من تنها کاری که می توانم الان باهاش سرگرم باشم و بیکار باشم هم بودن هست خوشبختانه می سرایم و سروده های خوب دارم که همیشه با مردم و خواندندگی مردم سر کار داشتیم و فعلا مرا نگه می دارد و بیشتر اونها رو برای دوستان دیدم آیا سرودهی هست جدید باشه و چون حال و هواش باشی این رو تقدیم هموطنان بکنی سرودم؟ الان بخواه چیزی بکنم؟ بله برنامه جمعه است و خود دوستان در سراسر جهان می شنون الان اگر من چه توانم به خاطر بیارم چیزی برای شما می کنم که اگر هست که ایران باش از سفرم
جنگ کنم گیرم باز از خطرت بود قد کن به خطر کشور جبت پدرم قد کن به خطر کشور جبت پدرم گفتم که تأثر کن شمکام تآمل افزود که میدیدم عقلی بکنم جر خالج بیشادی این کورتنی شد هر کرد که کار از این شایستترم ترویج عزاشم وقتی در شادی و ترویج عزا کردی وقتی در شادی جزدونه جبوشیدی دیگر هنرد خواهی که بترکانی از شیر دلان دل می خواهی و نتوانی یعنی جدرم تیمای جوانان را بیرنگ پسندی تیمای جوانان را بیرنگ پسندی آموخته جنگی با گل ندرد این جنگی با گل ندارد شنین از این آیت الله اکرام این دشمن هردی از آیت الله اکرام این دشمن هردی نسی اصالت ها سود و سمر هستی گفتم که مکن هرگی هر بد که نباید فردا که جد لعنت فردا اثر است فردا که جد لعنت فردا اثر است جود بستو سیمین گرامی طول سالیان مبارزه از طریق واژه و در تمام صحنه‌های مبارزات زنان ایران برای احقاق حقوقشون ایستادی چوبش رو هم خوردی اما از پای نمی‌شستی و تا اونجایی که در اختیار بوده تونستی مبارزه کنی و در کنار بانوان باشی من باهات دیشب گفتگوی انجام دادم در ارتباط با تصویب لایحه قانون جدید حمایت خانواده که اصرار میده به مردان چهار همسر داشته باشن این قسمت ضبط خوب شده حسرت نمی کنم اون رو یا این هفته یا هفته آینده پخش خواهم زد اما خواهش میکنم فقط چون در قلب حادثه هستی جنبش بانوان ایران رو در چه حدی می‌بینی برای تغییراتی در سیستمی که در علیه بانوان ایران هست؟ بله، خیلی متشکرم. من تا جایی که جان داشته باشم و امکان داشته باشم در هر زمینه چه خصوص در زمینه حمایت از زنها و کوشش برای احقاق حقوق بارها اقدام خواهد کرد. در زن دیشب حسیاتی هم داشتی برای پسر دکتر اشراقی دوست دارم این از کلم نیفتی بله متاسفانه شدیدم و گفتم که مصیبت همه جای جهان سخته و خصوص در قربت سختره و من گفتم همین پنج
مادر عزیز پسر تحقیل میکنم و امیدوارم که زمان شاد باشه و یادش همیشه زنده باشه و امیدوارم که هم رو بتوانم تحمل کنم و خواب بیارم. اینجان فقط یک گفتش دیگه، مرد رو چگونه توصیف میکنه؟ آیا ادامه زندگی است به نوعی دیگر که برای ما زندگان ناشناخته است؟ والا نمیدونم که مرد چه هست. درباره زندگی پس از مرد بسیار سخنها گفتند، ولی من چون امتحان نکردم نمیدونم، تصوری از مرد ندارم. و هر حال برای ما زندگی تا هنگام مرگ مبتدله. تا اون موقع آیا تا زنده هستم و در این مدت باید این مدت رو غنیمت بشماریم همه ما و از زندگی لذت ببریم، خوب و مهربان باشیم. بهشت ما در دل ماست. اگر بتوانیم روحی را شاد کنیم، دلی را شاد بکنیم، بتوانیم کمکی بکنیم، ما همین الان زنده هستیم در بهشت هستیم. و اگر نتوانیم جهنم هستیم. من از روزی برای بعد از مرگ تصوری ندارم. امیدوارم که یعنی از هر جا که میکنم که روحی من در واقع نمیتواند جواب درست بسیار ازت سپاسگزارم. سیمین بسپهانی گرامی، بانوی شعر ایران، مادر مبارزات دختران ایران و امیدی که در هر جنبشی هست. به هر حال سیمین چه در صحنه چه در پشت صحنه کمک میکنه از لحاظ ذهنی و از لحاظ روحی دختران ایران رو، بانوان رو. آیا موضوعی هم هست که خودت بخوای اضافه بکنی؟ صحبت جامندهی هست که دوست داری بگویی سمین عزیز؟ بیار صحبت کردم، سر همه رو درد آوردم، فقط دروسی فرستم در کسانی که خارج از ایران تمام سعی خودشون رو در راه بهبود ایرانی ها چه در خارج چه در داخل ایران مصرف میکنند و برای نجات ایران و برای بزرگی و اطلاع ایران کوشش دارند. امیدوارم که همه شاد باشید و زندگی خوش داشته باشید و ما هم بتوانیم کاری بکنیم که ایران در بلند و ترفر در شما باشید و از اینکه ما را تروریست بدانند، ما را پشم بدانند، یا ما را جسد سرخ بدانند، یا ما را جنگ طلب بدانند، امیدوارم که نجات بدانند. درود بر تو سیمین گرامی. امیدواریم مجدداً شما رو در امریکا داشته باشیم. آیا سفر دیگری در پیش خواهید داشت؟ فعلا برنامه ای ندارم. امیدوارم سال دیگر بتوانم در برنامه مهرگان که امسال نتوانستم شرکت بکنم و خود را به من شرکت بکنم جبران کنم و رفتن دیگر بتوانم در کنار دوستان و آلمان دوستی خانم عزیزشون با عزتانم در کنار دوستان دیگرم آقای دکتر ایرانی استاد عزیز اخباخت ایرانی در کنار اون و در کنار فرزانی ایرانی دیگرم نازش دکتر و حتی دیگران شخصات عزیز دارم. و از تو
من رزم من هستم. آقای بهرام مصیری هم رزم و هم سنگر من هستم. عبارتی من اگر گفتم همسر بود نخوشم یعنی همسر همسر و بخشنی همسر درود بر شما. شنین عزیزم دیر وقت در ایران موقعی خوابته، اما تا پیدا کردم و شاید برای من فرصت نباشه با هات صحبت کنم یا پیدا کردن مشکل باشه، یک روز سیمین بهبهانی، یک شاعره، یک زنی که در یک اجتماع دسته هست، یک روز سیمین بهبهانی چگونه میگذره؟ چگونه تفاوت داره از زندگی مردمان عادی؟ من زندگی خوشبختانه با مردم عادی کردم، برکه دره مردم زندگی میکنم، خرید میکنم، آشپزی میکنم، زندگی ها مردم میکنم، چیز میکنم، سال رو میدیدم، خوشبختانه یه روزی پنج کن دارم که از چیزهایی رو که این وقت موافق میلمی به پنج برگذار میکنم و به زندگی میپندم. سن زیاد اونگونی که ما رو به بحثت میدازه نباید مورد نظر باشه، که به صورت بچه های 20 ساله 18 ساله سریعتر میرن و پدر خدا بیامرز من 100 سال زیستن و در حالی از این جهان رفتن که تمام اعضای بدنشون سالم بود و در اثر یک حادثه که نباید میرفتن اگر جلوگیری میشد زنده میماندن. به این جهت شما سالیان دیگر، سالیان بسیاری که بتونید اشعار بیشتری بسرایید برای ملت ایران خواهید بود. دیگه یک روحیه بچگانی دارید، از یک روحیه و یک اخلاق و رفتار کودکانی که این جوان نگه میداره، یک هنرمند رو ببینید. من از این نظر خوشبین هستم. تشخیص شما کاملا درست بود. در بسیاری از مواقع ما واقعا بچه هستم، و هم حالتهای بچه ها رو دارم. اگر این بحث بدم بودم زنده باشی سیمین بهبهانی گرامی. خوشنود کردی ما رو، هموطنان رو، و سپاس از اینکه به هر حال بیاد دوستان از دست رفته هستی. خیلی ازتون سپاس گذارم خانم سیمین بهبهانی. سلام عرض به همه دوستان، برسانید در درودم رو و شد باشید. به شما به زود میگم سیمین بهبهانی. بله، این سعادتی بود ما تونستیم به طور زنده خانم سیمین بهبهانی رو بر روی خط داشته باشیم. البته دیشب من یک مکالمه ای رو با ایشون ضبط کردم در ارتباط با این لایحه جدید که شنیدنی خواهد بود، چون این بحث رو من میخواد حداقل برای دو هفته دنبال کنم. احتمالا این صحبت خانم سیمین بهبهانی رو در ارتباط
با لایحه جدید حمایت خانواده هفته آینده براتون پخش خواهم کرد. اما این لایحه چی هست؟ فراخوان داده شده از طرف جمعیت ها و گروه های زنان در مخالفت با لایحه تعدد زوجات، جلوگیری از تصویب لایحه حمایت از خانواده که تعدد زوجات را به نام شرع سریعاً مورد تاکید قرار داده. کنیات این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم تصویب شده، در انتظار طرح علنی در مجلس است. هدف این لایحه اجرایی کردن حکم آزادی کامل مرد در داشتن 4 زن عقدی و هر تعداد زن صیغه ای، موارد 22 و 23 اولی در مورد صیغه زنان و دومی در مورد اختیار 4 همسر. این درست در زمانی این لایحه اعلام شده و قرار هست در مجلس تصویب بشه که مبارزات زنان ایران به عنوان مبارزه شاخص در سطح بین الملل مطرح شده و اگر هرچند مبارزه رو مشکل میدانند در برابر یک نظامی که تا دندان مسلح شده در مقابل ملت ایران و ایران رو مبدل به یک سلاخانه کرده، اما پرواز آزادی زنان ایران که به همراه خود کودکان و مردان و تمام اجزای خاک ایران رو به همراه خودشون حمل میکنند، این در سطح جهان ثبت شده و همگان چشم به بانوان شیرزن ایران، شیرگلان ایران که از بیشه بیرون زدن و شیر که از بیشه بیرون زد زن و مرد ندارد، مورد توجه قرار داده. و در شروع انقلاب که زنان تا حد زیادی تأثیر شده بودن به این نظام و تصور میکردن که مدینه فاضله رو براشون به ارمغان آورده، نتوانست این سیستم زنان رو مهار کنه. چقدر کشتار، چقدر شکنجه و شلاق، چقدر باید و نباید، اما زنان با سیستم ها و متد هایی که در ذات و در طبیعت خودشون هست و این ژن تاریخی خودشون رو که زن ایران پیوسته یک بالادستی بوده در خانواده، یک زن کارگردانی بوده در حیده تربیت خانواده، در نظام اجتماعی که به عنوان نظام قبیله‌ای، که به عنوان نظامی که درش قانون بوده، این ژن تاریخی در وجود زن ایرانی هرگز نگذاشت که زن ایرانی تبدیل به زن طالبانی بشه. و اگر مبارزات زنان ایران در 30 سال اخیر نبود، مطمئن باشید که بانوان ما وضعیتی شبیه بانوان طالبان داشتن در زمان طالبان. و در نهایت زنان ایران زمین هستند که در بین زنان مسلمان جهان آزادی و عدالت اجتماعی رو برقرار خواهند کرد، ثبت خواهند کرد و سایر بانوان کشورهای مسلمان هم ایران رو به عنوان سرمشق مبارزه و جنبش بانوان مد نظر قرار خواهد داد و در ارتباط با زندگی خود الگو خواهد ساخت. روزی که جمهوری اسلامی آمد و وعده داد به زنان چه می کند و چه نمی کند، قانون جمهوری، قانون اساسی جمهوری اسلامی، در این قانون اساسی فقط یک صفحه اختصاص داده شده به بانوان ایران، حتی بر اساس آنکه در این یک صفحه ناقص که گویا از فرانسه تا ایران در هواپیمای ایر فرانس آقای خمینی و اطرافیان با عجله
خواستن سخیر هم به بانوان ایران اختصاص بدن، بانوانی که اصلا باعث آوردن خمینی شدن، با نجد الله، با شلوغ کردن دور مساجد، منبر آقایان، تظاهرات خیابانی، پختن آش و تمام غذاهای دیگر، چون پلو و شکل زرد و حلوا، این زنان بودن که به واقع پشتنا زیر زنای نظام جمهوری اسلامی بودن، فرزندانشون رو دادن، سروتشون رو دادن، جسمشون رو دادن، استعداداشون رو دادن، و بعد یک سفر قانون اساسی که خدمتون میخونم که حتی در قالب همین یک سفر استخانبندی همین یک سفر هرگز طول این 30 سال به زن ایرانی احضار نشده، به سر که این یک سفر از این مفاد قانون اساسی برداشته بشه تا خانم ها بدونن که جایی ندارن در این نظام از نظر حقوق و تکلیف خودشون رو خودشون معین کنن. زن در قانون اساسی، در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانب خارجی بودن، هویت اصلی حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی نیست که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شدن استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. در نظام طاغوتی که نظام محمد رضا شاه پهلوی و در این قانون اساسی بهش اشاره میشه، اختیار زن دوم تحت لوای قانون حمایت خانواده در سال 1953 منسوخ شد و اختیار همسر دوم متضمن کسب اجازه از همسر اول بود. حالا میگن در اینجا که ما ستم بوده در نظام طاغوتی و استیفای حقوق آنان، که امروز پس از 30 سال استیفای حقوق، یعنی که مردان اجازه دارند چهار همسر به طور قانونی اختیار کنند. خانواده واحد بنیادین جامعه و قانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمین ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت میل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شیعی بودن میده و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرعرج مادری و در پرورش انسانهای مکتبی پیشاهن و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات میباشد و در نتیجه پذیرایی مسئولیت پذیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کراماتی بالاتر خواهد بود. اینقدر حق زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار بود که ستمی که بزن شده طول تاریخ یا در زمان حکومت طاغوتی ها به زن بازگردانده بشه و او رو به مرحله والای انسانیت برسانند و باید در همون روز اول که این قانون اساسی نشان داده شد به زنان ایران، می فهمیدن از همون روز ابنخوز سالی که نکوست از بهارش فیدار و دیدیم که این زنان چه کردن در 30 سال اخیر ایران. یک آقایی تلفن زدن و گفتن که یکی از این خانوم‌های تحصیل کرده در یکی از تلویزیون‌های خارج از کشور کالیفرنیا اسلام شناس شدن و در واقع ایشون میگوین که تحقیقات اسلامی خودشون رو در دانشکده الاهرام مصر انجام دادن. خانومی بر روی خط خانوم میرن و میگوین تا
تکلیف همسر پیامبر اسلام عایشه را که 9 سال بیشتر نبود برای ما روشن کنید. و این خانوم مالکش باله را برمیدارن، در واقع باید بگوییم مالکش حرمسرای مردان حرم، و میگوین نه این گونه بوده که ابوبکر پدر عایشه خواب میبیند که پسری خواهد زایید همسرش، و این پسر را نزد مسجد و مکه میکنن، و وقتی پسر اون دختر به دنیا میآید که عایشه است، عایشه را نزد حضرت محمد میکنن. و علارت میگن که حضرت محمد میگویند که این بشر مخالفت میکنن، ولی میگوین نه این نظر توست و از آن توست. خب این خانوم که در اینجا نشستن و در بوغ میزنن، نمیدونن که در ایران همین اسلام عزیز که ایشون تحقیقاتشون رو در دانشگاه الاهرام مصر انجام دادن، اگر خود این خانوم برگرده به ایران نمیتونه 7 قلم زدش بکنه مقابل دوردین بنشینه و از حقانیت قوانین اسلام در مورد زنان حمایت بکنه، و نه خواهد توانست حواز آزاد در ریاهاش بدنه که اینگونه اسلام سر بده. یک نمونه بارز اثر قوانین اسلامی و این ذهنیت خراسانی و تعصب در روی زنان، قتل یک دختر کرد به نام خانم فرشته نجاتی، دختر 19 ساله که از همسرش جدا شد. طبیعی است در دنیا دو انسان نمیتونن با هم ازدواج رو ادامه بدن، و بعد خواست همسر دیگری رو اختیار کنه و پدر سر این دختر رو برید. از این عکس بسیار تکان دهنده است، و گونه که در این عکس نشون داده میشه حتی گویا این فرشته نجاتی 17 ساله که قربانی جهالت و سنستیزی بر سالارانه اسلامی شد، گویا این دختر رو داغش هم کرده بودن و شکنجه شده بود، حتی پشگویا شکسته. در روز 26 مرداد هفته گذشته، جمعه گذشته، ساعت 2 بعد از 2، حدود 2000 نفر از مردم مبارز شهرت خانه دینار و شهر مریوان با تجمع دنگان تشییع جنازه فرشته نجاتی با دردست داشتن تاکلاکار و سردادن شعار در محکومیت این جنایت و محکومیت قوانین اسلامی و ضد زن تنفر از نمتحقی به خود را از این دربریت ابراز داشتند. این قانون جدید لایحه حمایت خانواده قانونی قبل از این که توهین به مرد باشه، توهین به زن باشه، توهین به مردان، چون عملا مرد رو یک وجود روسی تحسین میکند که میتواند با اقتدار 4 همسر در یک خانزیر یک سخت یا در زیر 4 سخت بسیم به بدن خودش رو از یک آغوش یک زن به آغوش زنان ایران، همه از مذهبی غیر مذهبی، خانوم های مجلس، خانوم های اسلامی، حتی همسران تمام این آقایون به مخالفت ایستادن. درون در همه زنان این که یک مسائلی زنان که اجماع نظر در اون میخوان مسلمان باشن، مسیحی باشن، یهودی باشن، زرتشتی باشن، دیدین باشن، متعصب باشن، مدرن باشن، هیچ فرقی نمی کنه. هیچ زن نخواهد که پذیرفت که جسمش با جسم 4 زن دیگر تقسیم بشه، حقوقش با 4 زن دیگر تقسیم بشه، و فساد علنا تخم فساد در لانه و در حیطه خانواده کاشته بشه و روز دیگری خانواده ترویج بشه در اجتماع. این قانون بیشتر توهین به مردانه تا توهین به زنان. چگونه این قانون شکست خواهد خورد؟
و چرا این قانون امروز مطرح شده لا رقم تمام سطحایی که از لحاظ اقتصادی وجود داره در ایران برای مردان که حتی امکان یک ازدواج هم براشون نمیتونن ازدواج کنن. مسئله کرایه خونه، مسئله گرانی قیمت، کمبود کار، چگونه یک همچین انتخابی رو اصلا مطرح کردنش قبل خانم سیمون بختهانی تحصیل آینده مصاحبهش رو پخش میکنن، میگن حتی مطرح کردن این موضوع هم مسموم هست و مطرح کردن این موضوع موجب تلف کردن وقت نازنین مجلسی خواهد شد که باید به موضوعات ضروری مردم برسد. دو کتاب هم به دستم رسیده در مورد زنان، هفته آینده معرفی میکنم، استناد خواهم کرد که وضعیت زنان در دوران جاهلیت قبل از محمد، در دوران محمد، پس از او و تا به امروز که زنان چه مقامی داشتن، مبارزات چی کردن و مبارزات رو که بر علیه زنان شده. گزارش امروز رو با یک مقاله کوتاه اتمام میکنم. دین اسلام با شیفت اجراییش در صحنه زندگی زنان مسلمان جای هیچ گونه دفاعی به ویژه از سوی زنان مسلمان را ندارد. ما قبیله زنان پیوسته طول تاریخ 1400 ساله قدرتگیری این دین را که به بهانه راه حل اساسی عدالت تحت شکنجه‌های روحی روانی و جسمانی قوانین اسلام بوده و هنوز هم هستیم نکوه میکنیم. ما قبیله زنان پیوسته در درازای تاریخ 1400 ساله حکومت و قوانین اسلامی به عنوان موجوداتی نون عقل جنس دوم و ضعیف تخمین زده شده. ما قبیله زنان پیوسته طول 1400 سال در لوای قوانین اسلامی برای زن حتی اجازه انتخاب کوشش خود را هم نداشتیم و تصمیم نوع کوشش تحت نظارت هیئت آخوندی بوده که با زور و شلاق و شماغ حبس و تنبیه نوع لباس رنگ لباس و طرح لباس را بر ما تحمیل کردند و میکنند. از دیدگاه پایه‌گذاران قوانین اسلام از ما قبیله زنان به علت ناقص العقل بودن سلب ابراز عقیده دست و مباحثه در صحنه اجتماعی و سیاسی شده و آنچه از زبان و از اندیشه و ذهنیت ما جاری میگردد میباید مطابقت نقل به نقل مطالب شده و تحمیل شده باشد که قبیله مردان 1400 سال پیش در جهت منفعت مردان و سلطه مردان در زنان نوشته شده است. ما قبیله زنان مسلمان حق مسلم انسانی حقوقی مان است که اعمال اسلام را طول تاریخ خود زیر سؤال ببره و با ارائه تومار فیلم از خبر و انبار مدارک جنایتکارانه مجران اسلام را در سراسر کشورهای مسلمان به پای میز محاکمه عدالت بکشانیم. ما قبیله زنان میباید با استناد به وعده های دروغین و فریبنده اسلام به زنان و ترسندهای مجران این قوانین که موجب ضایع شدن زمان، انرژی، جوانی، استعدادها و عدید موارد نقص حقوق بشری ما شده است را در یک پرونده جمع‌آوری کرده و تنظیم کرده و کل قوانین اسلام برای زن و بر علیه زن را در حضور دادگاه صالح جهانی در حضور چشم جهانیان به محاکمه بکشانیم و تا احقاق حقوق شایسته خود از این اقدام نه. با سپاس از هموطنان، از اتاق فرمان، آقای منصور و آقای امیر، برنامه روزر رو هفته دو نوبت، شنبه ها دوازده ظهر، همشنبه ها چهار بعد از ظهر، با سخشایی که بعد از نیمه شب، به وقت کالیفرنیا، ایران 11 ساعت و نیم از ما جلو هست، اروپا 9 ساعت، بریتانیا 8 ساعت، هفته آینده دنبال می کنیم موضوع زنان، قانون اختیار چهار همسری و بررسی وضعیت زنان مسلمان از قبل از اسلام تا به امروز و مصاحبه که با خانم سیمین بهبانی بانوی شعر ایران انجام داده ام
در اتقاط با این داریه هفته آینده دوازده دوشنبه با سپاس از شما، با سپاس از بانوش سیمیل بسپانانی که موفق شدیم امروز به طور زنده برگوی خط با ایشون صحبت کنیم، مجددن تقویت برای خانواده صورت نگهبان آقای دکتر شاهی که فرزند جوان خوشی از دست دادن، بدرود خدا و طبیعت نگهدار شما تا هفته دیگر. سپاس کنم.